به نام خدای بخشنده بخشایشگر. برخی از درس های آموخته شده از هجرت پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلم ساختار دولت است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. ترجمه: به درستی کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه الله جل جلاله جهاد نمودند، آنان به رحمت الله امیدوارند و الله آمرزنده مهربان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا و دارای اخلاق بزرگ و نیکو می باشد. اللهم صل و سلم و بارک علیه و علی آله و صحبه و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. اما بعد، براسته هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به سوی مدینه منوره واقعی تاریخی بزرگی است که مسیر تاریخ بشریت را تغییر داده است و ما نیاز جدی داریم تا از این واقعه همه مفاهیم عالی را بیاموزیم که برای ترقی و پیشرفت ساختار تمدن جامعه سهمی فعال میگیرد. در حقیقت واقعی هجرت فرق میان حق و باطل و تحول مثبت برای ساختار دولت مدنی استوار بر اساس عدالت، برابری، آزادی، اعتقاد و حفظ کرامت انسانی می باشد. تا فقه همزیستی مسالمت آمیز بر اساس زندگی مشترک انسانی و روابط نیک میان افراد وطن و جامعه واحد مستحکم گردد و همه افراد مجتمع در مختلف اشکال و الوان فعالیت های اقتصادی شریک شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دولت را بر چندین اساس و پایه بنا نموده بود که مهمترین آنها قرار ذیل است. ساختار مسجد. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آوردند، نخستین کاری که انجام داد ساختار مسجد بود، زیرا روابط انسان با پروردگارش سپر ایمنی هر چیز است. پس دینداری درست از مهمترین عوامل ساختار شخصیت مناسبی می باشد که چنین شخصیت می سازد ولی ویران نمی کند، آباد می کند و تخریبگر نمی باشد، و به اندازه تخلف و دوری از دینداری درست یا به اندازه درک اشتباه و خطا از احکام دین در تشکیل شخصیت انسان خلل وارد می شود. همچنین مسجد پیام علمی و اجتماعی دارد که در مجتمع ثوابت و ارزش‌ها را مستحکم می‌سازد و در خدمت آن سهم می‌گیرد. ساختار اقتصادی. براسته اقتصاد قوی از مهمترین پشتوانه‌ها و پایه‌های اساسی دولت است، زیرا دولت بدون آن نمی‌تواند ساخته شود و سر پای خود استاد شود و خودکفا باشد. پس کشورها با اقتصاد قوی و ثابت می‌توانند به التزامات و واجبات اقلیمی و جهانی خود وفا نمایند. افزون بر آن، برای شهروندان آن زندگی خوب، شرافتمند متحقق می‌گردد. و زمانی که اقتصاد ضعیف و ناتوان بوده باشد، فقر و بیماری منتشر می‌گردد، زندگی مضطرب و پریشان می‌شود، بحران‌ها افزایش می‌یابد، اخلاق مجتمع فاسد می‌گردد، جرایم افزایش می‌یابد و برای دشمنانی که در کمین دولت‌ها هستند فرصت تجاوز و دخالت آماده می‌شود. بنابراین برای سقوط دادن آنها و ایجاد هرج و مرج بی‌پایان در آن کار و تلاش می‌نمایند. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تلاش نمود تا مجتمع مدینه منوره یک مجتمع با قوت اقتصادی بوده باشد که بتواند نیازمندی های فرزندان آن را برآورده بسازد و از جان و منافعشان دفاع نماید و رسالت صلح و امنیت جهانی و آبادانی دنیا را منتشر بسازد، چون دین مقدس اسلام برای رساندن پیام صلح و امنیت جهانی و آبادانی کل دنیا آمده است. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایجاد بازار بزرگ در مدینه منوره تلاش نمود تا منبع کسب مشروع قانونی، تجارت، مقر صناعتگران و پیشوران بوده باشد. این بازار را که پیامبر صلی الله علیه و سلم تأسیس نمود به نام بازار مناخیات می شد. عطا ابن یسار می گوید زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست برای مدینه بازاری بسازد، اول در بازار بنی قینقاع و سپس در بازار مدینه آمد. پس بازار مدینه را با پای خود کوبید و فرمود: این بازار شما است، هیچگاه ضیق و تنگ نمی شود. و بزرگان صحابه در فعالیت های مختلف تجارتی اشتراک می نمودند. هیچگاه پیش برد زندگی بر اساس همکاری مادی برادران انصارشان را نمی پذیرفتند.
از عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت است که می فرماید زمانی که مهاجرین به مدینه منوره آمدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع رضی الله عنهما برادری ایجاد نمود، طوری که سعد ابن ربیع به عبدالرحمن ابن عوف گفت من در میان انصار کسی هستم که مال زیادی دارم، پس مال مرا دو تقسیم کن. گفت خداوند به تو و اهل و مال تو برکت بدهد، بازار شما در کجا است؟ بناهن ملتی که مالک و تولید کننده غذا، لباس، دوا و سرای خود نباشد، هیچگاه مالک استقلال، اراده، سخن، عزت و کرامت خود نمی باشد. گفته می شود با کسی که خواستی خوبی کن تا امیر او باشی و بی نیاز باش از کسی که خواستی تا با او برابر باشی. دین مقدس ما به ما آموخته است که همیشه دست بالا بهتر از دست پایین است، طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید دست بالا بهتر از دست پایین است. همچنین می فرماید دست خیرات دهنده بالاتر و دست خیرات گیرنده پایین تر است. بدون تردید این موضوع بر ملت ها، نهاد ها، خانواده ها و افراد یکسان تطبیق می شود. پس هیچ کسی این کار نمی کند که مال برای جهت‌دهی امور زندگی و بیدارسازی افراد و ملت ها اهمیت زیادی دارد، چون مال است که وسایل زندگی شرافتمند را متحقق می سازد و ملت ها را به مدارج تقدم و پیشرفت مترقی می گرداند. و امیر شعرا احمد شوقی چه زیبا می فرماید مردم با علم و مال میهنشان را می سازند، میهن با جهالت و فقر ساخته نمی شود. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای این تعاملات قواعد منظم گذاشته است. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر تحمل و نیک برخوردی در داد و ستد تشویق نموده است، طوری که می فرماید رحمت خداوند بر مردی که در خرید، فروش و مطالبه اش تحمل و گذشت را پیش نماید. و بر صدق و امانتداری و راستگویی دستور داده چنین می فرماید تاجری صداقتکار و امانتدار در روز قیامت با پیامبران، صدیقان و شهدا محشور می گردد. و احتکار را حرام قرار داده می فرماید کسی که مدت 40 شبانه روز غذا و مواد ضروری مردم را احتکار نماید او از خدا بیزار می شود و خداوند متعال از او بیزار می گردد. بلکه خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه در بازار مرور می کرد و حرکت خرید و فروش را پیگیری می نمود و مردم را متوجه آنچه می کرد که در آن اصلاح حالشان است. ابی هریره رضی الله عنه می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم بر خرمنی از غذا مرور نمود، پس دست مبارک خود را در میان آن داخل کرد، کلک دستش به آب تر گردید. پس فرمود ای صاحب طعام این چه است؟ گفت ای رسول خدا بر آن از آسمان باران باریده است. فرمود چرا آن را بر روی طعام قرار ندادی تا مردم آن را ببینند؟ سپس فرمود کسی که خیانت و فریب کاری کند از ما نیست. سند مدینه منوره پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از هجرت دولت قوی و نیرومند را بنیانگذاری کرد و اساس قانون آن را در سند مدینه منوره تنظیم نمود. پیامبر بزرگوار ما تنها به ایجاد رابطه برادری میان مهاجرین و انصار پس از دشمنی دراز مدت میان آنها اکتفا نکرد، بلکه برای استحکام مفاهیم انسانی بزرگ از طریق ساختار سند مدینه که بزرگترین سند انسانی در تاریخ بشریت محسوب می‌گردد کار و تلاش نمود، طوری که برای همه فرزندان مجتمع حقوق واجب وضع نمود و همزیستی مسالمت آمیز را از یک سو میان افراد جامعه قانونی نمود و از طرف دیگر میان همه انسانیت، امری که این سند را درباره فقه همزیستی مسالمت آمیز بزرگترین سند انسانی در تاریخ بشریت گردانید. دلیل آن پیمانی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یهود مدینه و دیگران امضا نمود، طوری که برای یهود تمام حقوق مسلمانان پیرامون امنیت و صلح و آزادی و دفاع مشترک را عطا کرد و از میان ماده های مهم این سند وقتی یهود در جنگ قرار داشتند باید همراه مسلمانان نفقه و مصرف نمایند و یهود بنی عوف با مسلمانان یک ملت هستند، برای یهود دینشان و برای مسلمانان دین خودشان می باشد، همچنین برای موالی و خودشان است مگر کسی که ستم کند یا گناهکار شود. و در این سند آزادی دینی، امنیت اجتماعی و دفاع مشترک ضد هر متجاوز بر مدینه ذکر گردیده بود، به این معنا که در دولت مدینه همه مسلمانان و غیر مسلمان شامل بودند و برای غیر مسلمانان آن حقوق واجبی بود که برای ما مسلمانان بود، به شرطی که پابند ضوابط و قواعد مجتمعی بوده باشد که برای افراد مجتمع حقوق و واجبشان را حفظ نماید و در مقدم آنها صلح، عدم تجاوز و عدم زیرپا کردن بندها و مواد عقد اجتماعی که روابط میان همه مردم را تنظیم می‌کند قرار داشت.
در واقع همزیستی مسالمت آمیز میان همه مردم فریضه دینی و ضرورت اجتماعی است که واقعات زندگی انسان آن را لازم می‌گرداند. اینچنین همزیستی مشترک وقتی متحقق می‌گردد که همگی احساس کنند که شهروند یک وطن هستند و برایشان عین حقوق و واجبی می‌باشد. هیچ گونه تفرقه میانشان بر اساس دین و نژاد و غیره وجود ندارد. خداوند متعال چنین می‌فرماید: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ترجمه: در قبول دین هیچ اجباری نیست، براستی که راه راست و هدایت از راه انحراف و گمراهی روشن شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش این قانون را عملا تطبیق نموده بودند، پس هیچ کسی را برای وارد شدن به دین مجبور نکردند و هیچگاه کلیسا، صومعه یا عبادتگاهی را تخریب نکردند، بلکه اماکن عبادت نزد مسلمانان محترم و محفوظ بود، چون اسلام برای همه بنی بشر آزادی دینی و اعتقادی را تضمین نموده است و هیچ کسی نمیتواند این نوع و تنوع و اختلاف در خلق خدا را تغییر دهد، زیرا تغییر آن مخالف خواست الهی می باشد. خداوند متعال چنین می فرماید: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ترجمه: و اگر پروردگار تو می خواست مسلما تمام کسانی که در روی زمین هستند همگی ایمان بیاوردند، آیا تو می خواهی مردم را مجبور کنی تا که ایمان بیاورند؟ پس احترام کردن معتقدات، حقوق و وجایب مردم رکن اساسی ساختار دولت است و تأثیر مهم بر استحکام روابط میان ملت‌ها و مجتمعات دارد، چون هر ملت دارای عقیده و مبادی می باشد که آن را مقدس می پندارند و به آن پابند می باشند و آن را عالی ترین از غیرش می دانند. و اسلام ما را از تجاوز و اذیت کردن پیروان ادیان دیگر باز داشته است، زیرا همه ادیان برای خوشبخت ساختن انسان‌ها آمده است. خداوند متعال می فرماید: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ترجمه: و کسانی را که مشرکان بجای الله می پرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت الله متعال را دشنام دهند. این چنین برای هر امت عملشان را آراستیم، آنگاه بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است، پس آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد. همچنین اسلام در نفوس پیروان خود انسان نیکوکاری، اساس نیکوکاری و نیک برخوردی با همسایگان غیر مسلمان را مستحکم نموده است. نصوص مقدس قرآن کریم برای تأکید این اساس وارد شده و شکل تطبیقی آن را در مجتمع اسلامی توضیح می دهد، طوری که خداوند متعال می فرماید. ترجمه: الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست می دارد. در واقع اسلام پیروان خود را بر نیکی کردن با غیر مسلمان و رعایت مشاعر و احساس آنها حتی در مواضع اختلاف و جدل نیز دستور داده و تشویقشان نموده است تا مجادله با آنها را به وجه احسان انجام دهند، طوری که خداوند متعال می فرماید. ترجمه: و با اهل کتاب جز به روشی که آنها آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند، و بگویید به آنچه از سوی الله بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و معبود شما یکی است و ما بر او تسلیم هستیم. و با چنین احکام سند مدینه منوره نمونه و الگویی بهتر بود که در حفظ کرامت و شرافت انسان به آن اقتدا و از آن پیروی می شد، چون آن برای ایجاد اتفاق و انسجام میان فرزندان یک دولت و ساختن تمدن و تاریخ آن برای تحقیق منافع همه بشر کار و تلاش می نمود. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز خدای واحد لا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. اللهم صلی و سلم و بارک علیه و علی آله و صحبه اجمعین. برادران مسلمان، براستی وطن ارزش بلند و جایگاه عالی دارد، پس دوست داشتن آن، انتماع داشتن به آن و دفاع از آن فطرتی است که نفس همه بشریت بر آن آفریده شده است و واجب است که دین مقدس اسلام بر آن فرمان می‌دهد و میهن پرستی آن را فرض می‌گرداند و همه شرایع آسمانی بر آن تاکید نموده است و پیامبر ما از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیرامون حب وطن و انتماع و تعلق داشتن به آن بزرگترین امثله و الگو بیان نموده است، طوری که هنگام هجرت وطن نخست خود مکه مکرمه را خطاب نموده می فرماید: چقدر وطن زیبا استی و محبت تو نزد من بسیار است، اگر قوم تو مرا بیرون نمی کردند هیچگاه بیرون نمی شدم
و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسوی مدینه منوره هجرت کرد و آن را به حیث وطن دوم انتخاب نمود، از خداوند متعال خواست تا وطن دومش را به او محبوب بگرداند و در وطن دومش امنیت و استقرار و صلح دائمی را مستقر گرداند. فرمود: بار الها مدینه را نزد ما همچون مکه یا بیشتر از آن محبوب بگردان. همانا رابطه میان دین و دولت رابطه تکامل است، نه رابطه تضاد و اختلاف. و نگهداری و محافظت از وطن یکی از مقاصد کلی و ضروری دین است، چون بدون استقرار و استمرار امنیت دائمی هیچگاه اقتصاد مستقر نمی شود و دفاع کردن و حمایت از وطن و فداکاری به خاطر آن بر هر کسی که بر خاک آن زندگی می کند و به زیر سایه آسمان آن مستقر است مطلب شرعی و واجب وطنی می باشد. پس دوست داشتن وطن تنها به حد مشاعر و احساس توقف نمی کند، بلکه باید این مشاعر به صحنه عمل و رفتار نیک که به منفعت فرد و جامعه است پیاده شود. بنابراین برای قوی و نیرومند نگه کردن آن باید قربانی داده شود و از خودگذری صورت گیرد. در حقیقت وطن دوستی واقعی تنها شعارات نیست که بلند گردد یا عباراتی نیست که تکرار شود، بلکه وطن دوستی ایمان، رفتار، بخشش، باور است. وطن دوستی نظام زندگی و احساس نبض وطن و درک چالش هایی است که در فراراه پیشرفت آن قرار می گیرد و دردمند شدن با درد آن است، خوشحال شدن با تحقق آرزوهای آن و آمادگی دائمی برای قربانی دادن برای آن می باشد. پس مژده به کسانی باد که به عهد و پیمانی که برای حمایت وطن با خدا بسته بودند صادقانه وفا کردند و در راه خدا و دفاع از وطن جان و مال خود را فدا نمودند تا وطنشان متقدم مترقی باقی بماند. بار خدایا مصر و ملت آن و ارتش و پلیس آن را از هر بدیها حفظ نما، حیله و حیلگران، نفرت نفرتگران و حسد حاسدان را از آن دفع و دور نما.